مؤسسه علوم و امنیت بین المللی اختصاراً ISIS که یک نهاد معتبر و مستقل علمی مستقر در واشنگتن است، در بررسی اخیر خود درباره اطلاعات سری سازمان‌های اطلاعاتی غرب درباره کوشش‌های منظم جمهوری اسلامی در راستای تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای خود نوشته است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات بسیار مفصل ارائه شده به آن آژانس درباره ایران به این نتیجه رسیده است که برخلاف ادعای ایران که آن اطلاعات را ساختگی توصیف کرده است، جزئیات تفصیلی آن به قدری منسجم و جور است که جعل کردن آن همه جزئیات مقدور نبوده و باید آن اطلاعات را منطبق با حقیقت دانست. ISIS با تلخیص بخش‌هایی از گزارش 67 صفحه‌ای ارزیابی انجام شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای زیر عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران که تصور می‌رود ظرف چند ماه اخیر تحلیل و تفحص شده، می‌نویسد که بسیاری از اطلاعاتی که مورد استناد آژانس قرار گرفته، از جمله اطلاعات و ارقام مربوط به آزمایش‌ها، گزارش‌های فنی، دیاگرام‌ها و ویدیوهای آن از یک رایانه لپتاپ که در سال 2005 میلادی برملا شد به دست آمده است. تصور می‌رود لپتاپ اصطلاح یا کلمه رمزی باشد که آمریکا به شیوه تبادل اطلاعات سری اطلاق می‌کند. طبق اطلاعاتی که ISIS از مقامات سازمان‌های اطلاعاتی به دست آورده، آن اطلاعات که به صورت رسانه الکترونیک یا رایانه‌ای بوده، به وسیله همسر یک ایرانی که برای سازمان اطلاعاتی آلمان کار می‌کرده، قاچاقی از ایران به ترکیه برده شده و در آنجا به مقامات اطلاعاتی آمریکا تحویل شده است. شوهر او که حس می‌کرده به زودی بازداشت می‌شود، موفق شد به وسیله همسرش اطلاعاتی را که گردآورده بود به خارج بفرستد. به گمان سازمان‌های اطلاعاتی غرب، گردآورنده آن اطلاعات کشته شده است. آژانس اتمی تایید کرده است که اطلاعات محرمانه مورد بحث واقعیت دارد و ایران فناوری لازم را برای تهیه بمب هسته‌ای به دست آورده است. ایران برای اثبات ادعای خود که برنامه هسته‌ایش منحصراً جنبه غیرنظامی و غیر تسلیحاتی دارد، مجبور است ثابت کند که اطلاعات به دست آمده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غرب جعلی است. این کار بی‌نهایت دشوار خواهد بود، زیرا جعل این همه اطلاعات مرتبط با یکدیگر فوق‌العاده دشوار و شاید هم محال بوده است. یکی از بخش‌های آن اطلاعات سری به برنامه جامع دفاع ایران برای تهیه یک کلاهک هسته‌ای برای سوار کردن بر موشک شهاب 3 است که هنوز هم دنبال می‌شود. اطلاعاتی که آژانس رسن و بعضن از برخی از کشورهای عضو کسب کرده، با ذکر طبقه بندی مسئولیت‌ها، جدول زمانی و منابع مواد و مصالح لازم نشان می‌دهد که ایران به چه نحو و در چه فرجه زمانی کلاهک هسته‌ای خود را تکمیل خواهد کرد. از اشخاص و نهادهای شناخته شده درگیر در این تلاش‌ها نیز نام برده شده است. از جمله مطالعاتی که گفته می‌شود ایران انجام داده در زمینه طراحی مجدد نوک درونی کلاهک هسته‌ای برای آن بخش از موشک شهاب 3 است که بمب هسته‌ای را در دل خود جای می‌دهد و پس از خروج موشک از جو کره زمین به جو باز می‌گردد و به سوی هدف پیش می‌رود. ایران همچنین تحقیق کرده است که چگونه چاشنی برق لازم با ولتاژ بالا برای منفجر ساختن بمب هسته‌ای، چاشنی لازم برای انفجار پی در پی چندین کلاهک هسته‌ای، زیرساخت لازم برای آزمایش هسته‌ای زیرزمینی و نیز آزمایش احتمالی انفجار هسته‌ای در جو زمین است. یک جنبه دیگر مطالعات ایران به تبدیل تترافلورید اورانیوم یا به اصطلاح نمک سبز مربوط می شود. یک زمینه که ایران هنوز در آن مشغول تلاش است، در راستای ساختن یک فیوز هوایی فشاری برای کلاهک موشک شهاب 3 به وسیله مهندسی الکترونیک است. در گزارش افزوده شده که در اکتبر 2005 آژانس هسته‌ای یک سند 15 صفحه مربوط به فلز اورانیوم را در میان مطالب مربوط به سانتریفیوژها در ایران کشف کرد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات آن به این نتیجه رسید که ایران درباره جمعی فناوری هسته‌ای از تهیه جمله عناصر و قطعاتی که باید درون یک وسیله انفجار شدید قرار داد دانش کافی کسب کرده است و می تواند آزمایش های اولیه را با مواد منفجره غیر هسته‌ای انجام بدهد. روی هم رفته آژانس به این نتیجه رسیده است که ایران هنوز نتوانسته وسیله کارگذاشتن کلاهک هسته‌ای درون موشک شهاب 3 را تکمیل کند،
اما تصور می‌رود بر این مانع نیز چیره خواهد شد.